با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه، جمعه پایان هفته، جمعه سیوم آگست است، هشتم سپتامبر است. همونطوری که روی صفحه ملاحظه میکنید دیروزم وعده کرده بودیم و موقعی که با آقای دکتر مصطفی دانش صحبت میکردیم گفتم که امروز با دوست بسیار خوب هممون، ژورنالیست ورزیده، یک شخصیتی که همه زندگیش رو در حقیقت در این راه اصیل روزنامه نگاری بدون اینکه تخطی کنه و زیگزاگ بزنه طی کرده، گفتگو میکنه و کسی نیست جز آقای رضای گوهرزاد. اجازه بده که در همین مقدمه عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای گوهرزاد، خوش آمد بگم حضورش رو و صمیمانه از صمیم قلب بهش تبریک بگم به خاطر این ریواردی که بهش اعطا کردن و خب برای جامعه ایرانی مهمه به نظر من. اگر که چه میدونم، ما متاسفانه دوگانه نگاه میکنیم به قضایا. آدم هایی مثل من و آقای گوهرزاد محرومیم یه جوری. اگر چه میدونم ببرالملوک یا پلنگ بسلطنه از رادیو فردا اینا گرفته بود، یه موضوع دیگه بود و همه جهان برای جشن گرفتن که آقا بیا و ببین که چه نشستی که اینجور شد و اونجور شد. نوبت به رضای گوهرزاد یا سعید بهبهانی و امثال هم که میرسه هیچ کس سخن نمی کنه. بنابراین تصمیم گرفتم که شخصا از آقای گوهرزاد به خاطر همه کارهایی که کرده، تلاش ها و کوشش هایی که کرده در طی این سالهای زندگیش صمیمانه ازش قدردانی کنم، تشکر کنم و دعوتش کنم که اینجا خودش از زبان خودش برامون این داستان رو روایت کنه. آقای گوهرزاد سلام میکنم به شما صمیمانه، از صمیم قلب بهت خوش آمد میگم و میشنویم فرمایش شما رو، ببینیم که این جایزه اساسا چه بود و چه اتفاقی افتاد. بفرمایید، سراپا گوش هستیم. بینندگانتون در سراسر گیتی، نخست من یه عبارتی بگم یا یه جمله‌ای بگم. من خودم روزنامه‌نگار نمیتونم، چون بنابر اساس بنیادهای روزنامه‌نگاری، روزنامه‌نگار کسی است که از این راه زندگی میکند. به این ترتیب هنگامی که شما زندگی از راه دریافت پول به خاطر روزنامه‌نگاری نکردید، یکی از اصول روزنامه‌نگار بودن رو نداری، برای اینکه روزنامه‌نگار باید برای نوشته و کار خودش دریافت داشته باشه و به این ترتیب یا زندگیش از اون راه تأمین بشه و به این ترتیب روزنامه‌نگار، یا دو اینکه روزنامه‌نگار باید عضو یک سازمان روزنامه‌نگاری، نمیدونم در یک رسانه‌ای به عنوان این کار کنه. ویژگی‌های گوناگون داره که من به سبب اونها خودم رو روزنامه‌نگار به اون مفهوم نمیدونم، ولی این فرنگی‌های موضوعی رو باز کردم برای روزنامه‌نگاری. همیشه اسم فریلنس جورنالیست می‌ذارم، فریلنس رایتر، روزنامه‌نگار آزاد، حالا برخی میگن روزنامه‌نگار مستقل. با تمام این واژه‌ها خیلی خوب، بسیار خالی روزنامه‌نگار. اون چیزی که در مورد این اوارد یا این تقدیرنامه یا مسئله‌ای که به من داده شده، که من اولش هم میگم حتی یک دونه پنی، یک دونه دلار در اون نیست، این خیال برخی از دوستان رو راحت کنم، چون یکی نوشته آقا مانند آقای فلانی به شما هم 500 هزار دلار جایزه بابت این داده شده است یا نه. من نوشتم که بله، 500 هزار پنی هم داده نشده است. حالا این رو برای هم شوخی هم برای روشن شدن عرض کنم، ولی این مسئله افتخار من است که از سوی یک سازمان بین المللی زنان وین و بخش به پیشنهاد بخش ایرانی اون، زنان ایرانی شبکه بینافرهنگی
جهانی زنان ICV، من در صدومین سالگشت حق رأی زنان و روز برابری خواهی زنان در آمریکا، این هیچ ارتباطی به ایران و این مسائل نداره، در این روز، روزی است که در آمریکا جشن گرفته میشه، در این روز و در این هفته جایزه سال 2019 اینها رو به من دادن. همواره خب به زنها به خاطر تلاششون برای زمینه میدن. امسال جایزه گرفتی داشت که به یک مرد روزنامه‌نگار ایرانی دادن. خب منم سپاسگزار و خیلی هم شادمان هستم که اون چه که من در این سالها برای مسائل زنان دست کم همین 10-15 سال گذشته در زمینه کارهای زنان، چه در مجله‌ای که خودم منتشر می‌کردم، چه در برنامه‌های رادیویی، چه در برنامه‌های تلویزیونی، به این بقرنج مسائل زنان در زمینه برابری خواهی و ستمی که به زنان در زمینه‌های گوناگون چه در عرصه ایران و چه در عرصه بین‌المللی میشه، در برنامه‌هام نه تنها اشاره، برنامه هم رو در زمانهای ویژه به اونها اختصاص دادن. یعنی در این سالها هیچ روزی و سالی نبوده که در ماه نوامبر که ماه مبارزه با خشونت خانوادگی و خشونت علیه زنان هست، من از کارشناسان و زنان دعوت نکنم که در برنامه هم نباشد و در این زمینه ها سخن نگن و این گستردگی مسئله خشونت علیه زنان رو که نه تنها در خانه بلکه و یک جامعه سنتی، حتی در جامعه غربی مثل آمریکا رخ میده، بلکه این خشونت در جنگ ها یک خشونت دو برابر علیه زنان و کودکان هست. کودکان دختر خشونت چند برابر این رو تجربه میکنند. در ماجرای داعش و ایزدی ها آخرین نمونه خیلی روشن و معروفش هست که داعش چگونه وقتی به ایزدی ها یا به قول خودشون یزیدی ها، هر کدوم درست میدونن نظر تلفظ، حمله کردن، زنان اینها رو مورد تجاوز که قرار دادن و بعد با خودشون به عنوان برده بردن و یک دست به دست کردن، چون دیگه برده نیازی نیست که به عقد رسمی در بیاد، میتونه هر کسی از این دست به اون دست بده. حالا این زنان، این تجاوز و این خشونت و این وحشت رو تحمل کردن، وقتی که این داعش زده شد به کنار، زنان ایزدی با یک خشم دیگر روبرو شدن، زیرا بزرگان مذهبی همین ایزدی ها از پذیرفتن زنان و دخترانی که از اون داعشی ها صاحب فرزند شده بودن، از پذیرفتنشون در جامعه خودشون خودداری کردن. من هنگامی که به این مسائل نگاه میکنم، باید به عنوان یک کسی که میکروفون یا دوربین تلویزیون در اختیارشه به این مسئله بپردازم، به رغم اینکه ممکنه بسیاری بخواهند بگوین که ما را ارتباطی به این قضیه نیست، داعش چنین کرده، ما به مسائل خودمون بیشتر بپردازیم. به مسائل خودمون هم میپردازیم. مسئله برابری خواهی زنان ویژه یک نقطه، یک مرکز، یک شهر، یک روستا، در یک جای دورافتاده جهان نیست. این مسئله جهانی است، به یکدیگر پیوند داره و این پیوند با یکدیگر رشد میکنه. من این نکته رو بگم، اگر اینترنتی که امروز وجود داره و شبکه های مجازی که مردم آگاهی رسانی پیدا میکنن 100 سال پیش بود، آمریکایی‌ها در 1919 هست که به حق رأی زنان دست یافتن، اروپایی‌ها که چند سالی هر کدوم بستگی به کشورشون پیش از اون، در 1906، من به دلیل این سال میلادی رو میگم برای اینکه قابل مقایسه باشه، در 1906 که انقلاب مشروطیت در ایران شده و در 1908 که مجلس به مسئله زنان پرداخته، حق رأی زنان در مجلس ایران به سبب در برابر خارجی
و دیوانه، یعنی گفتن که اینها از رأی دادن و انتخاب شدن محرومند، زنان، حالا اونا میگن محجورین و خارجیان. وقتی همچین چیزی رو در قانون اساسی ایران در اون سالها میگنجونن، اگر جامعه جهانی در ارتباطش با یکدیگر بیش زیاد بود، تردیدی نکنیم به اون خشک مغزهای مذهبی که از مدرس گرفته تا دیگران با همراهی کردن غیر عمامدارها، یعنی نمایندگان کلاهی مجلس هم، حتی لباس عادی مجلس هم، این رو از دستور کار و پیوستن به قانون اساسی در پرداشتن به تا 1963 که زمان محمد رضا شاه پهلوی پس از این همه سال نهایتا این به رأی، یعنی دستورش اعلام شد و در این سال زنان سالهای گوناگون مبارزه کردن تا بتوانن به این حق رأی دست پیدا بکنن، شاید چون در تاریخ و امروز تاریخ نمیشود با اگر و شایدهای بزرگ برخورد کرد، ولی شاید ما در کشوری میشدیم که در همون سال حتی پیش از آمریکا به حق رأی زنان دست پیدا میکردیم. فقط درخواست مذهبیون و این رهبران مذهبی و پذیرش دیگر نمایندگان خشک و سنتی موجب شد که این موضوع از قانون اساسی ایران کنار گذاشته بشه. در دوره‌های بعدی مجلس هم کسی همراهی با اون نکرد. من تاریخدان نیستم، ولی به اندازه یه پاراگراف دست کم تاریخ رو میشناسم. ببخشید که زیاد صحبت کردم. ممنون از شما، خیلی توضیح جالبی بود. یعنی قریب 80 سال بعد از ماجرای مشروطه، 78 سال قبل بعدش، وقت در ایران اتفاق میفته که زنان صاحب حق رأی میشوند، یه تحول بزرگ بوده این تو جامعه ما. اما از این که در مقدمه گفتی که من روزنامه نگار نیستم، ولی در تعریف خودت همه رو اثبات کردی که شما یه روزنامه نگار هستی و در حقیقت لفظ ژورنالیست به شما اطلاق میشود به سبب سالها کاری که کردی، قلم زدی، صاحب امتیاز یک نشریه بودی و همچنین همکنون هم برنامه های رادیو تلویزیونی داری، بنابراین لفظ روزنامه نگار به شما اطلاق می شود. گرچه که ما خیلی از ماها محرومیم از اون موهبت که در حقیقت بتونیم از نظر مالی تأمین بشویم، ولی فلواقع روزنامه نگار به شما و امثال شما اطلاق می شود. اینو خواستم بگم که این شکست نفسی شما یه ذره اغراق بود. بنابراین من خواستم به این دلیل بگم که ببینید، مثلا من یک دورانی از زندگی رو به عنوان، اینجا در آمریکا میگن گوست رایتر، سرگت رایتر، که شما می نویسید به نام کسی دیگه منتشر میشه. چه در دوران جوانی من این کار کردم، شاید از 16 سالگی این کار کردم، و چه همکنون هم تو این چند سال کردم و بسیار در زمینه کار نگارش و کتاب و اینها کمک کردم که دیگران کتاب بنویسن و کار کنن. این ماجرا آدم رو از مسئله روزنامه نگار به مفهوم روزنامه نگاری یه مقدار میتونه فاصله بندازه. من سپاسگزار شما و دیگر دوستان هستم، حتی این دوستانی که این جایزه رو به عنوان کار من در زمینه روزنامه نگاری و گام برداشتن در این زمینه برای زنان مورد تقدیر قرار دادن و سپاسگزارم. بگذاریم از بحث کلامی واژه‌ای، برویم سر موضوعی که شما مورد پرسشتون هست. بله، خب بفهمید ببینیم که این جایزه از طرف چه سازمانی در حقیقت به شما اهدا شده، کی بودن اینا و چه کردن؟ ببینین، در آمریکا یک سازمانی هست به اسم WIN، W-I-A، که این از Women Intercultural Network، شبکه بینافرهنگی زنان هست تشکیل شده. این شبکه بینافرهنگی زنان
شاخه های متفاوتی داره، مال ایرانی ها هست، مال فیلیپینی ها هست، مال مکزیکی ها هست، مال خاورمیانه هست. اینا شاخه های مختلفی داره. هر سال اینها یک جلسه سالانی که دارن، یک نفر رو به خاطر برابری خواهی زنان تغییر میکنن. خب جایزه بخش ایرانیش که چه ایرانی باشه چه مکزیکی باشه، در نهایت زیر نظر اون سازمان اصلی است که شاخه ای از اون سازمان اصلی است. به دلیل این کارهایی که من برای مسائل زنان در انجام دادم، به پیشنهاد و انجام شده و در اون روز هم این جایزه رو به من دادن. و دیگر اینکه خب برای دادن این جایزه پرزیدنت یا رئیس این سازمان اومده و این جایزه رو به من داده و به هر حال من سپاسگزار این دوستان هستم که چنین کاری رو کردن. خانم رابین اندرس و دیگر اعضای اون سازمان مثل خانم مالی کلت در اونجا حضور داشتن. ایشون رئیس، خانم رابین اندرس رئیس کنونی، یعنی پرزیدنت کنونی سازمانی است به اسم وین، که در این لوحه هم نوشته هست، هم اول نام وین Women Intercultural Network میاد، در کنارش ICWIN Iranian Circle of the Women Intercultural Network میاد. خب این اگه بخوایم تعریف کنیم به فارسی، یعنی باید بگیم که شبکه بینافرهنگی زنان. آره دیگه. وین شبکه بینافرهنگی زنان هست، این میشه دایره ایرانی شبکه بینافرهنگی زنان، اون دومی بخش ایرانیش میشه اینطوری. و این هر سال به یک شخصیتی این جایزه رو میدن، امسال به شما تعلق گرفت. وقت دلیلی رو که برای اعطای این جایزه آوردن اونها چی بود؟ به چه دلیل به شما این جایزه رو دادن؟ خب ببینید، خود جایزه نوشتن جسارت در روزنامه نگاری، دلیل این جسارت و روزنامه نگاری به باور من این هست، در جامعه سنتی که ما با تمام این که در قرن 21 زندگی میکنیم، جامعه ایرانی جامعه سنتی، اینو دوستان با تر معیار جامعه شناسی هم بخواهم نگاه کنند، دشواری خواهند داشت. چرا؟ شما در کشوری به اسم آمریکا زندگی میکنید، جامعه ایرانی که در آمریکا داره زندگی میکنه، با تمام این که مرسدس سوار میشه و خانه های بسیار گران قیمت با تمام لوازم لوکس آخرین مدل رو در اختیار داره، نگاهش به خانواده، نگاهش به زن، یک نگاه سنتیه. من این نگاه سنتی جامعه به زنان رو در کار روزنامه نگاری خودم رعایت نمی کنم. یعنی من هر بار که در مورد مسائل زنان در برنامه های رادیو و تلویزیونی چه خودم صحبت کنم، چه کسی رو به عنوان کارشناس از میان زنان بیارم گفتگو بکنیم، با شماری از تلفن های مردانه روبرو هستیم که میگن که آقا به شما چه، شما چرا وارد این موضوع میشین؟ خب من نمیدونم این به شما چه یعنی چی. من یک نکته با اهمیت رو به شما بگم. من به اون نکته سال 1906 تا 1908 دوران مشروطیت اشاره کردم، به این اشاره کنم که اگر در چند ماه پس از انقلاب، یعنی در 8 مارس 1979، یعنی در 40 سال پیش، اسفند ماه 1357، اولین راهپیمایی زنان علیه حجاب که از دانشگاه شو آغاز شد، در بین صفوف زنان اگه شما 100 نفر رو یک نمونه میگرفتین در تصاویر نگاه میکردین،
حضور یک مرد خیلی سخت دیده می شود. من خودم تو اون راهپیمایی بودم. من خودم در اون راهپیمایی بودم و این رو در سخنرانی خودم در همین دانشگاه در هنگام پذیرش این اوارد یا تقدیرنامه هم اعلام کردم. اگر در اون راهپیمایی بزرگ زنان علیه حجاب اجباری در آغاز جمهوری اسلامی مردان، تمام این زنانی که اومدن یا برادر دارن یا پدر دارن یا همسر دارن دیگه، اینا مردان در زندگی خانوادگی زنان نقش 50% دیگر رو بیشتر میتونستن داشته باشن، اگر در کنار این زنان همین مردان به عنوان 50% بخوایم بگیم دورتر ندیم، اونایی که همسر دارن همسران، اونایی که برادر دارن برادران، ولی بی‌تردید همه پدر داشتن، در خیابان‌های تهران به طرف نخست وزیری و دادگستری و اینا راه پیمایی می‌کردن، نخست این است که دولت حجاب اجباری رو که می‌خواست در ادارات به وجود بیاره به وجود نمی‌آورد، شرایط دشوار حجاب به شکل اجباریش به اینجایی نمی‌رسید که پس از 40 سال زنان و دختران ما برای پوشش و رعایت نکردن حجاب به زندان ها بیفتن. من در اونجا هم اعلام کردم، گفتم شما نگاه کنید 3 زن در درون مترو هنگامی که سرود میخونه، آواز میخونه و گل به زنان دیگر در 8 مارچ همین امسال میده، در جمع به 53 سال زندان محکوم شده این 3 زن. این رو نه فقط جمهوری اسلامی، نه فقط جمهوری اسلامی به زنان ما تحمیل کرده که اون بخش اجرایی قضیه است، یعنی در حکومت این رو به اجرا در آورده، تمامی مردان سنتی ما که گامهای سنتی جمهوری اسلامی علیه آزادی زنان رو به انکار نشستن و براش اقدام نکردن، در برابرش ایستادگی نکردن و شاید بخشی هم شادمان شدن، در این قضیه مقصرن. شما به آمارها نگاه کنید، هنگامی که در غرب ایران، در استانهای غربی ایران، میزان خودکشی در بین زنان با گچ ساختمانی با یکی از بالاترین میزان خودکشی است، مسئله قتل‌های ناموسی فقط به بلوچستان و پاکستان نیست که در خبرها میاد، آمارها نشون میده که سرزمین ما ایران و مردم ما ایرانی ها، مردان سنتی این کار رو میکنن و زنان ما قربانی این سنت مرد سالارانه میشن که نخواهیم بگوییم فقط از دین میآید. تمام این سنت ها همواره در جامعه گذشته از مسائل دینی وجود داره. این داستان واژه و عبارت غیرت مرد ایرانی از تو کجا در اومده این رو من نمیدونم. برای همینم هست که من به خاطر این سنت شکنی که انجام میدم و مسائل زنان رو به عنوان اصل موضوع در زمانهایی که نیاز هست و رو با میپردازم به عنوان یک مرد، خب طبیعی یه زن اگر در یک زن برنامه ساز رادیویی یا تلویزیونی یا روزنامه نگار در زمینه مسائل زنان برسه، یه چیز عادیست داره از در مورد کسانی می نویسه که خودش با ما هم مرد هست، هم جنس هست از نظر ساعتی، ولی وقتی یک مرد در این زمینه کار میکنه و مورد فشار دیگران چه در جامعه چه در جاهای دیگر قرار میگیره، از نظر این اهدا کنندگان نوعی سنت شکنی جسورانه است و برای این کار انسان باید هزینه بپردازه، مایه بذاره و این کار رو من بهش افتخار میکنم، سپاسگزار این دوستان هم هستن که به این کار رو انجام دادن. یه نکته ای رو اشاره کنم و اون نفسش که من به اونجا هم گفتم و این نکته بسیار پر اهمیته، نمیدونم چند نفر از اون انسان ها امروز زنده هستن یا چند نفر از اونها این رو میشنون، چون انگامی که دارم آدم هایی که دارم در واقعشون صحبت میکنم حتما امروز 70 سالگی رو گذروندن. من هنگامی که در 12-13 سالگی پا به کتابخانه کانون پرورش فکری گذاشتم، یعنی به عنوان یک بچه مدرسه رفتم کتاب بگیرم و بعد از اون در 18 سالگی هم اونجا شروع به کار کردم،
در زندگی خودم با زنانی روبرو شدم در اون کتابخانه ها که نه مادر من بودن، نه خواهر من بودن، نه مادر بزرگ من بودن، نه خاله من بودن، ولی در شکل دادن شخصیت فرهنگی نه تنها من، بسیاری از نوجوانانی که وارد اونجا این کتابخونه ها در سراسر ایران شدن نقش داشتن. برای همین هم هست که همواره وامدار اونها هستن و به اونها احترام دارم، برای اینکه اونها میتونستن مانند کارمند کتابخانه شهرداری کتاب بگیرن. چی میخواد؟ این کتاب بفرمایید، 3 هفته دیگه بیارین، هفته آینده بیارین، تمیز نگرش دار، پاره نکنید. میتونستن اینو بیان کنن، ولی اونها راهنمایی کردن چه بخوانیم در عرصه ادبیات جهان، چه بخوانیم در زمینه علمی. من وقتی کتاب چگونه انسان قول شد رو در اونجا خواندم، دریافتم که چه میگذرد. هنگامی که فیروز شیروانلو، که یادش گرامی باد، ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی رو در مینویسه، ترجمه میکنه مال ارنست فیشر رو، من نوجوانی بودم که یک، حالا اون موقع خیال میکردیم اینا نقد هم داریم، در اصل معرفی کتاب هست در روزنامه دیواری، و نوشتم که خود فیروز شیروانلو اومد و من با من دیدار کرد، گفت خیلی خوب نوشتی، آفری، و من شدم خبرنگار کتابخانه ها در فستیوال فیلم 4 روم، تا جایی که به راحتی شماره فستیوال فیلم هم یادم هست. من زمینه این که یک کار روزنامه نگاری بکنم رو شاید مدیون تمام این بزرگانی هستم که در اونجا بودم، به ویژه تمام خانوم هایی که نقش داشتن در شکل دادن شخصیت من، چگونه نگاه بکنم به این جهان، یعنی عینک فکری من رو این بانوان نقش دادن، که اگر زنده هستن که امیدوارم زنده باشن، در کهنسالی هستن همواره سلامت باشن، و اگر در شماریشون ممکنه در میان ما نباشن، یادشون گرامی باد. بدون اینکه به نام کسی اشاره کنم، به باور من این هستش که بچه‌هایی که تو این کتابخونه‌های کانون شکل گرفتن و رشد پیدا کردن، هموارد وامدار کتابدارها، مربی‌های هنری و آموزشگران خودشون و کسانی هستن که اصلا این نقش رو به عهده گرفتن. بسیار ممنون آقای گوهرزاد. اجازه بده که تو این وقت باقی مونده، حالا که صحبت از کانون شد و من همیشه توی برنامه هم به این موضوع اشاره کردم که این پدیده، یعنی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و همچنین اردوهای سالانه دانش آموزی، این دو پدیده خیلی برای جامعه ایران به نظر من بزرگ بود و حتی میشه گفت به موقع بود. اینو در هیچ کجای دنیا، با سرس قاطع عرض میکنن، در هیچ کجای دنیا همچی پدیده‌ای نه در آمریکا، نه در فرانسه، نه در سوئد، در کشورهای پیشرفته جهان هم شما هم چیزی رو نمیتونید پیدا بکنید. از اونجایی که شما جزو کسانی هستی که با کانون رشد کردی و همونطوری که الانم تکرار کردید، نوجوان بودی، رفتی به کانون، به کتابخونه کتاب گرفتی و بعد کارمند اونجا شدی، جزء فعالان و جزء در حقیقت مدیران کانون میشه از شما یاد کرد. حالا نه در حد مدیر کل، باز دوباره نهی که من مدیر کل نبودم، من معاون پرویز کلانتری بودم، من معاون مرکز آموزش های هنری، معاون آقای پرویز کلانتری، نقاش بسیار عالی قدر ایرانی که چند سال پیش درگذشتن بودم و دستیار ایشون بودم. بها جز مدیران این مجموعه حساب میشی. این کانون چجوری رشد کرد؟ یعنی فکر اولیش چی بود و چطوری تونست این آدم های مختلف، مثلا وقتی راجب شیروانلو صحبت میکنیم، اتفاقا ما یه بحثی رو داریم با آقای یغمایی اینجا دنبال میکنیم که بحث تاریخ و ایشون داره تعریف میکنه، تصادفاً رسیدیم به همین سالهای 40 و
در دو جلسه گذشته توکی زدیم به این مجموعه، یا کسی مثل شیروانلو. اینا شیروانلو کسی بودش که قتل ترور شاه رو کشیده بود و در اون عملیات در حقیقت جزو رده های بالا بود. چطوری چنین آدمی میاد و کانون پرورش فکر رو در حقیقت در اختیارش قرار میدن؟ چی میشه این اتفاق میفته؟ ببینید، من در 50 سالگشت کانون پرورش فکری در گفتگوی با بی بی سی به این اشاره کردم. این هم باز عبارتی است که من در اون روز همواره بهش اشاره کردم و میبینم بسیاری جاها نقل شده، خیلی هم خوبه، هیچ نیازی نیست که بگن که من اینو گفتم. هر کس از دوستان کانون به این اشاره میکنه خیلی خوب. من گفتم در کشور نابرابری ها، ایران در اون سالها کشور نابرابری بوده و هنوز هم بیشتر هست، در کشور نابرابری ها کانون جزیره‌ای بود برای برابری. کانون، کتابخانه کانون در تهران، در میدان شوش، در دروازه غار، در برازجان، در کرمانشاه، در مشهد، در طبرس، هر جای ایران که کتابخونه داشت، از همان دکور زیبا، از همان صندلی، از همان میز، از همان کتابدار، از همان کتاب برخوردار میشه. شما این رو در هیچ جای جهان نمیتونین به این راحتی داشته باشین، اونم در کشوری مثل ایران که در اون شرایط به سر میبرد. اون موقع که ما کانون بودیم همه میگفتن که اینو رفتن کپی کردن از کشورهای آمریکا و اینا. خب بنیانگذار کانون خانم لیلی امیرارجمند بودن. درسته که ایشون در آمریکا تحصیل کرده، ولی این پدیده رو از آمریکا نیاورد، چون در آمریکا ما امروز هم که بعد از 50 سال از بنیانگذاری کانون گذشته، 55 سال از بنیانگذاری کانون گذشته، امروز هم این رو نمیبینیم در آمریکا یه همچین چیزی رسوش مراکز این گونه ندارن. فکری که یک آدم میاره به اسم خانم لیلی امیرارجمند و این گشاد فکری، باز بودن نگاه فکری که اجازه میده هر کسی با هر عقیده بیاد در اونجا کار کنه. حالا دوستانی میگن که دولت خودش برای اینکه اونجا آزاد بذاره کسایی که مخالف بودن، اجازه داده بود که اینا فقط توی اونجا کار کنن. خیلی هم اسم لونه زنبور در اونجا به اونجا گذاشته بودن که آقا اجازه دادن شیروانلو مدیر انتشارات و تولید، یعنی نفر دوم کانون بود، آنچه در زمینه سینمایی و انتشارات و اینا شکل گرفته، یعنی پایه های اساسی فرهنگی و هنری رو، اون بخشش رو فیروز شیروانلو داشت اداره میکرد. یا بسیاری اگه بخواییم نام ببریم، از چریت فدایی داریم تا اعضای اصلی سازمان های سیاسی مثل حزب توده و جبهه ملی، و همه رو داریم در کانون. آدماش نمونهش نمیخوام دونه دونه. چگونه میشه این اتفاق افتاد؟ یک گشاد فکری از نظر پذیرش مخالف. اسفندیار منفرزاده یه حرف خوبی میزنه، میگه ما اصلا اونجا ساعت کار نداشتیم، صبح میرفتیم تا هر وقت دلمون خواست میرفتیم، تا هر وقت دلمون خواستم کار میکردیم. یعنی کانون آدمهایی رو در درون خودش داشت که یک دغدغه داشتن برای رشد فکری فرزندان این سرزمین چه میشود کرد. برای همینم هست که نابترین نویسنده ها و مترجم هست، محمد قاضی گرفته تا سیروس تاخباز گرفته تا هر کسی که نامش رو من نمیخوام بنویسم، یا در درون کانون بودن، همکار بودن، یا برای کانون کتاب نوشتن. از تولید نخستین فیلم های کودکان در کانون انجام شده، از عباس کیارستمی گرفته تا بهرام بیضایی که امروز هست و امیدوارم همواره زنده باشد و بسیاری دیگر. چرا این اتفاق می افتاد؟ یک فرهنگ پذیرش دیگری و اندیشه دیگری در بین همه آدم هایی که در اونجا کار می کردن وجود داشت. همه در خدمت این هستیم که به رشد اندیشه و هنر کمک کنیم. گذشته از این که هنگامی که در با یک دیگر گفتگو میکنیم، بنده از نظر فکری و سیاسی مخالف او دیگری هستم، او دیگری مخالف این یکی است، در ایران این شکل گرفت. تئاتر کودکان در ایران
در کانون پرورشی شکل گرفته که بنیانگذارش هم یک آمریکایی است که در همین اورنج کانتی زندگی میکنه، دوست ما هست آقای دان لاپون. ببینید این که بتوان کاری کرد در کانون، یک من یه به شوخی به یکی از دوستان گفتم، گفتم این نایکی شعارش اینه Just Do It. سالهای سال پیش از این که نایکی تأسیس بشه کانون شعارش این بود برو و انجام بده، Just Do It. شما یه پیشنهاد میبردی میگو پیشنهاد فایده نه، برو و انجامش بده. و این نقش خود فرح پهلوی در این کانون خیلی ارزنده است. یعنی اگر او نبود پشتیبانی فکر... مسئله پشتیبانی ایشون بود. یعنی پشتیبانی مهمترین مسئله است. یعنی من یه جمله بگم، من همش بلند صحبت نه فرصت نمیدونم شما صحبت کنید، ببخشید پوزش میخواد. من گفتم اگر در ایران شاه به جای اینکه به چیز دیگری نگاه کنه به خانه خودش نگاه کرد، از دست از روی درستان زنش رونویسی کرده بود و میدید که چگونه سازمان هایی که فرع پهلوی ریاست عالیت داره اداره میشه، در ایران انقلاب اسلامی انجام نمیشد. یعنی اون نگاه گسترده و بازی رو که فرع پهلوی داشت به سازمان های زیر دست خود تحت نظارت خودش، اگر شاه برای کشور داشت در کشور انقلاب نمیشد. شاه نگاه بسته ای داشت و این نگاه بسته کشور ما را با اون مذهبیان انقلاب اسلامی روبرو کرد. به همین دلیل بودش که بازرگان گفت رهبر انقلاب واقعا خود شخص محمد رضا شاه بود، علی‌رغم اینکه خیلی ها امروزا میگویند که چه میدونم فرح کمونیست بود، کمونیستا رو جمع کرده بودن اونجا هم چه گفتی لونه زنبور بود و اینا انقلاب کردن، در حالی که من فکر نمیکنم کانون نقطه شروع انقلاب بود، بلکه اصلا نبوده. کار نیست که هزار تا کارمند داشتی که نمیتونسته بره یک کشور انقلاب بکنه، نمیتونسته. شما اینها حرفاییست که ساخت پرداخته این کسانی است که از این سو و اون سو میخوان در دنبال جستجوی مقصر دوم هستن. یعنی میگن اینها آمدن انقلاب کردن. خیلی خب، حالا مثلا مردم با نگاه بازتری در کتابخانه های کانون رشد کردن. همون بچه‌ای که در تهران در کتابخانه دروازه قار کتاب چگونه انسان گول شد و خونده، همون بچه هم در زاهدان خونده. من چند روز پیش یک دوستی از در همین لس آنجلس به من تلفن کرد، با آقا شاد باش میگم بهتون برای این دریافت این تقدیرنامه. خیلی راحت میگم از مجله جوانان جناب زوکایی سردبیر. بعد گفت دوستی دیگه میخواد اینجا با شما صحبت کنه. گفتم بفرم. بعد تلفن رو داد دست فردی دیگر و اون گفت آقای گوهرزاد، من شاگرد کلاس نقاشی شما در کتابخانه دروازه خار بودم، ممکن است اسم من رو به یاد نیاری، ولی شما به من در اون روزها 40 سال پیش یک کتاب هدیه دادین که من این کتاب رو نگه داشتم. الان این فردی که ازش صحبت میکنین کارگردان تئاتر، شمار بالای این انسان ها که در فرهنگ هنر و ادب ایران الان امروز نقش دارن و همشون به سن بالای 50 سال رسیدن، در اون کتابخانه کانون رشد پیدا کردن. اگر میخوان آره دیگه، میشه مثلا از فاطمه معتمد آریا این راستی هنرپیشه زن درجه یک ایران، آقای حمید جبلی و تماسب و اینا که اون تئاتر چی بود کلا قرمزی و اینا رو درست کردن، اینا فکر میکنم اینا جز مجموعه کسانی بودن که توی کلاس‌های شما شرکت میکردن، درست میگم اینا؟ ببینین مثلا من حمید جبلی و تماسب در موقعی که من کتابخونه شماره 9 و 21 رو میرفتم که هر دو یکی در نظام آباد 21 و 9 در وحیدیه، در هر دو کتابخونه میمده. آخه این بچه ها یا چیزی داشتن، هم کلاس نقاشی میمدن، هم کلاس تئاتر میرفتن، هم کلاس موسیقی میرفتن، هم کلاس فیلمسازی میرفتن. من چند روز پیش آقای محمد طالبی
که الان در یکی از فیلمسازان کودکان هست و در اروپا زندگی میکنه، تازگی رفت سفر به اروپا، زندگیش در ایران. دیدم در اینستاگرامش پوستر اجرای آثار محمد علی قلی، آهنگساز برجسته ایرانی رو در تالار رودکی گذاشته که دارن کارهای این آهنگساز بزرگ رو در اونجا اجرا میکنن. خب این محمد علی قلی و طالبی و حسن حسن دوست و خزایی و اینا بچه های کتابخانه چهار بودن. بعد که کتابخانه چهار رو، یعنی زیر مدرسه عبرت رو در سر چهارراه گمرک داشتن بازسازی میکردن، تعمیر میکردن، میامدن از بندرسه مثلا چهار پنج ایستگاه اون برتر میامدن در کتابخانه پارک راهن که در میدان راهن بود، در کتابخانه شماره 20 کلاساشون رو ادامه میدادن. با این بچه ها رشد یافته کانون هم شما امروز با افتخار میبینی که اون معلم موسیقی که اون روزها آمده و کار کرده و علی قلی که یک نوجوان 14 ساله بوده، امروز که یکی از سرآمدان موسیقی ایران هست، خودش رو وامدار اون میدونه. همین آقای طالبی هنگامی که من برنامه 50مین سال کانون رو در دانشگاه ایرواین میخواستم اجرا کنم، برای من یک یادداشت نوشت. نوشت که آقای گوهرزاد، به این سازندگان و بنیانگذاران کانون بگویید من سپاسگزار اون هستم. اگر اون روزی که من وارد کتابخونه های کانون شدم کتابخونه ای نبود که من برم، شاید من هم مثل بسیاری از بچه های دیگه داشتم تو خیابون های محله گمرک تو جوب آب بازی میکردم، یا با یادتون اون بچه ها اون موقع یه دونه چرخ دو چرخ رو با چوب میزدن میبردن جلو، شاید داشتم با اونجوری زندگی میکردم. من در کانون یاد گرفتم که یک فیلمساز بشم، یک انسان بشم. این گروه چهار نفری که من بهتون دارم میگم، گروه های مختلف چهار نفری، پنج نفری، بسیار هستن. شما نگاه کنید حالا ببینید همایون اشعری که بزرگترین فیلمسازداری اینا، روش یافته های کتابخونه کانون هستن، ناصر زراعتی، نمیدونم اسفندیار منفردوره، تمام این آدم ها دونه به دونه اون روزها کار کردن تا انسان های بیشماری که اون روزها نمیشناختن که ممکن است یک روزی در آینده فرهنگ و هنر ایران نقش اساسی داشته باشن رشد کنن. منم یک ذره کوچکی از اونها بودم. من در کتابخونه های مربی، کتابخونه های راهن، وحیدیه، نظام آباد، میدون قار، میدان شوش بودم. خیلی هم دوست داشتم. در موقعی هم که خودم دستیار پرویز کلانتری بودم، خیلی راحت میتونستم خودم رو جابجا بکنم برم کتابخانه نیاوران یا کتابخانه پارک فرح درس بدم. باورم این بود که بهتر از همونجا، ضمن اینکه امروز میفهمم که خودم با تبعیض و پارتی بازی مخالف بودم، به این امروز میفهمم از نگرش امروز خودم و از اینکه مهمتر این که اون بچه‌ها نیاز بیشتری دارن که حتما یکی باهاشون همراهی بکنه، و چه بهتر که گذشته خودم در حقیقت بره آش بخوره. آقای ماهر، بله، من میرفت به کتاب خونه اینم شما، یا کتاب خونه میدون قار که میرفتیم، خب از اونجا کار که تموم میشد من باید یه فاصله زمانی داشتم که برم کتاب خونه شوش. کنار یک آش فروشی بود، از این آش های شعله قلمکار میفروختن و با بچه ها میرفتیم میخوردیم. بعضی وقتا که تنها میرفتم این آش فروش نگاه میکرد، یه لیوان از توی کمدش در میورد که هنوز اثر انگشت کسی روش نباشه، چون میدونی که توی این آشپزخانه این کاسه ها رو پر آش میکردن، لیوان آب فقط میکردن توی سطل و در میوردن. بعد به من گفت آقا من اینجا کاسه و لیوان و قاشق شما رو گذاشتم اینجا، هر وقت میای از اون تو میگم به شما اینو بدن. یه آشپزخانه یعنی ما با این بچه ها یا از کتابخونه وحیدیه و کتابخونه نظام آباد، وقتی در صبح در کتابخونه نظام آباد بودیم، فاصله 3 ساعت ظهر رو تا به وحیدیه رفتن، در تابستان ها از استخر نزدیک از اونجا استفاده میکردیم با بچه ها. ببینید داستان این هستش که زندگی با نوجوانان کمک کرده، مربی های ما کمک کردن که این نوجوانان در دنیای آزادتری پرورش پیدا بکنن، و این یک افتخار برای همه بچه هایی که
اسمشونو میذارن کانونی. میخواد کتابدار باشه، میخواد هنرمند باشه، میخواد فیلمساز باشه، میخواد نویسنده باشه، میخواد مربی باشه. همه در این پازل بزرگ که اسمش از کانون پروشکی در گذشته نقش داشتن. شگفتا که بعد از انقلاب کتابخانه‌های کانون تعدادش زیاد شده، بیشمار شده، بسیار هم رشد کرده. از صد و محتوایی در کار نیست، محتوا نه محتواش هست، محتوای اسلامی داره. یعنی اون چیزی رو در کتابخونه‌ها به بچه‌ها میدن که در مساجد و کمیته‌های انقلاب هم میدادن. در کانون چیزی به بچه‌ها داده میشد که در مدرسه و در کتابخانه‌های عمومی پیدا نمی‌کرد. بسیار ممنون از شما. من دلم میخواد که در فرصت‌های دیگر یه سلسله برنامه داشته باشیم راجع به کانون، خدماتی که کانون انجام داد و مسائلی که به هر حال باعث این روش شد در جامعه. و من اینم بگم که من کوچکترین آدم کانونم و کوچکترین آدم کانونم دیدم و همیشه خواهم بود. نه ما میدونیم که شما قدر شما من اینجا میگم من دایرکتوری یا کتاب اطلاعات کانون هستم، برای اینکه به دلیل حافظم و سفرهای بیشماری که کردم من یک وقت هست که یک خاطره دیگه میدم. بله بله بفهمید. ببین یک کتابی چاپ شده در اینجا به اسم درباره زنان و فکر کنم سفرهای شهبانو از این چیزا. یه عکسی در اون میان هست که در بین دختران فرای پهلوی شهبانو نشسته و عکس گرفته. من به نویسنده کتاب گفتم شما این زیر توضیح اشتباهی نوشتین. گفت چرا؟ گفتم برای کسی که گفته این عکس رو بگیرن منم. مگه یعنی چی؟ گفتم داستانش طولانیه، حالا بهتون میگم. در موقعی که کتابخانه طبس میخواست افتتاح بشه در سفرهای حاشیه کبیر فرای پهلوی بود. در هر کدوم از این افتتاح ها یک گل دست ارکیده که از خارج هم میومد، این ارکیده های درشت از هلند میومد، داده میشد. موقعی که این ارکیده در داخل یخدونی بود که از مشهد 600 کیلومتر تا طبس باید میومد، من هم در اون برای افتتاح کتابخونه طبس من هم داشتم میرفتم کار کنم، در همون ماشین بودم و رئیس کتابخونه های استان خراسان که در اونجا بود با هم داشتیم میرفتیم و راننده. گرمای این تابستان ما هی از یخ و آب این یخدون خوردیم. خب این گل یه مقدار خط افتاد بهش، یه ذره حالت بد گیره. همه گفتن آقا این گل خراب شده. من گفتم نگران نباشید. من بامداد اون روز که کتابخونه افتتاح میشد به دختران کتابخانه‌ای که اومده بودن در کتابخونه طبس و بیان و کتابخونه افتتاح میشه و شهبانو رو ببینن و از این چیزا، گفتم برین از این پارک، افتتاح پارک هم بود، هر کدومتون یه گل بچین هر رنگی شد. اینا رفتن یه 15-16 تا دختر مجرمان و کودک دیدن، رفتن گل چیدن هر کدوم دیدن. من اینها رو جاسازی کردم در درون اون گل دست و همه گفتن این اگر داده باشه به ایشون خیلی گرفتاری زشته و اصلا پشنگ این خیلی سطح پایین، آقا گل از تو باغچه چیدی و این حرفا. گفتم شما اینو بدین توضیحش با من، بهتر از این هستش که بگین که گل دست گم شده و نیست. توضیحش رو من میدم. این گل دست موقع ورود ایشون به کتابخونه بهش داده شد، کتابخونه بازدید شد و من میدم که همه با چهره عصبانی، اونایی که فکر میکردن اینو احتمالا جا گذاشته شده در مشهد گل دست اصلی یا چی شده، دارن نگاه میکنن. من رفتم و یه توضیح دادم، گفتم که این اتفاق افتاده و من پوزش میخوام برای اینکه من شاید از تو راه این اتفاق افتاده و نگاه میکردم. گفتم که من از این دخترها خواستم که برن این گل رو بچینن و آماده کنن و ایشون گفت این دخترها بیان با من همه با هم توی یه عکس باشیم. از به من هم گفتن در درون اون عکس باش، ولی من دلم میخواست اون ترکیب اون عکس دختران جوان و ایشون باشن، ترکیب مجبور باشه. برای همین هر وقت به اون عکس نگاه میکنم یاد اون روزها میفتم که چقدر انسان میتواند بزرگ باشد و چقدر انسان میتواند با بسته بودن فکرش
که چرا گل ارکیده نشد، پس چی شد، ذهنش بسته باشه. انسان میتونه فراتر از این جهان رو ببینه، هر گلی رو. و این دخترهایی که چهرهشون امروز ثبت شده و در تصاویر میبینی، هر کدام رفتن به علاقه خودشون یه گل چیدن، خارش رو کندن، مجموعه گلها شد یه گل دست. و امروز این عکس بعد از 45 سال یک عکس تاریخیه. میدونم که عکاسش یک کانادایی بود، ایشون هم فوت کرده و نیست، ولی اون عکس همیشه جاودانه. بسیار ممنون و متشکرم. باز هم یه بار دیگه به شما تبریک میگم. از کوشش ها و زحمات شما به راستی باید قدردان بود و من به سهم خودم از شما تشکر میکنم. آقای گوهرزاد سپاسگزارم و مجددا از شما دعوت میکنم که طی سلسله برنامه ها بتونیم این موضوعات رو باز کنیم، شاید کمکی کرده باشد. باز هم سپاسگزارم از دعوتتون. متشکرم آقای گوهرزاد، ممنون از شما. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات جناب آقای گوهرزاد رو. امیدوارم این صحبت ها کمک کنه به ما بیدار بشیم و از این تنگ نظری ها بیرون بیان و بتونیم با هم دیگه جامعه رو به سمتی که واقعا باید بره سوق بدیم. اینکه از اینجا از راه دور بشینیم و صحبتهایی بکنیم که کمک نمیکنه، واقعا کمک به ما نمیکنه، دور بشیم و بتونیم اون چیزی رو که واقعا ببین. هنوزم صحبت بستر اینه که چطور شد که اینطوری شد، چطور شد که اون جامعه‌ای که اینجوری داشت شرکت میکرد، شیروانلویی که طراح ترور شاه بود میتونست برگرده بیاد و یه مرکز فکری و پرورشی رو اداره بکنه، چطوری میشه اون جامعه از اونجا به اینجا میرسه که امروز ما شاهدش هستیم؟ جامعه‌ای که زنان آزاد بودن، هیچ کس بهشون تخطی نمیکرد، هیچ کس بهشون اعتراض نمیکرد، ولی امروز نگاه میکنیم اینه که اینها چگونه بردنشون توی به قول عادی خورسندی لای لافت و شک قایمشون کردن. شما نگاه کنید ببینید که همین موضوع کانون و اینکه از درونش چه شخصیتهایی بیرون اومد، کیارستمی یکی از این هست و خیلی هستن. همین آقای علی قلی که صحبتش شد، یه موزیسین درجه یکه که موزیکای خوب برای فیلم ها ساخته و میسازن. اینا همه محصول این تفکر بودن، نه اینکه یه آدم، محصول یه تفکر بودن. به هر حال اجازه بدید که برگردیم به شما نازنینان، از شما دعوت کنیم که تو برنامه مثل هر جمعه در این فرصت باقی مانده مشارکت داشته باشید تا ما هم صدای شما رو بشنویم، هم از سخنان شما لذت ببریم. به هر حال این برنامه ها مثل هر جمعه در اختیار شماست، میتونید که زنگ بزنید، مطالبتون رو مطرح کنید، ما هم خوشحال میشیم که بشنویم. این تلویزیون همه برنامه‌هاش نه، چرا نه، همه برنامه‌هاش آری، ولی کم برنامه خودتونه جناب وفا یغمایی واقعا آگاهی دهنده است و باید پابرجا باقی بمونه. در روزگاری که کارگر بر حق و حقوق خودش واقف نیست و میزان آگاهی سیاسی بسیار پایینه، این تلویزیون بسیار کمک میکنه مردم رو و میتونه منجر به اتحاد و سازماندهی بین ما ملت پراکنده باشه. ممنون از شما علی نازنینم از ایران که همیشه مهر داره و این مسائل رو اینجوری نگاه میکنه و
ما رو این گونه حمایت میکنه. ازت ممنونم نازنین، سپاسگزار مهرت هستم. اما ماجراهای دیگر ما بذار ببینیم که این دوستان چی برامون فرستادن. یک عکسه، بذار این عکسه رو با هم یه لحظه ای ببینیم. و اینم پیام همای نازنین از کانادا، ونکوور. گفتار زشت، پندار زشت، کردار زشت، این شعار و عمل جمهوری ننگین حاکم بر میهن ماست. به از هما هم ممنون و متشکر، از همه شماهایی که به هر نحوی یاری میرسانید تا این برنامه ها بتونه به سمت و سوی شما روانه بشود، از شما تشکر میکنم. یک عکس دیگه هم هست که من نمیدونم معنا مفهومش چیه، فقط عکس. بفهم. سلام بود. خواهش میکنم، من وسط برنامه هستم، میتونم بعدم به شما زنگ بزنم؟ خواهش میکنم آقای دکتر، مرمتون زیاد، متشکرم. آقای دکتر رضایی‌پور نازنین ما، ازش ممنون. بذار که این رو بذارم رو صفحه. بسیار عمالی. بله من دقیقا زنگ کنم با مردم هشنهش دارم. اشته استش که سلام جناب بهبانی عزیز، من برای شما احترام زیادی قائل هستم. شما در خارج از ایران زندگی میکنید و از داخل کشور اطلاع کمی دارید. من در ایران زندگی میکنم و با مردم هشنهش دارم. اکثر مردم مسلمان یا مسیحی و بهائی هستند که محال است از عقیدهشان دست بردارند و به حکومت بیدین رضایت نمیدهند. ممکن است که بخواهند قدری قوانین سبکتر اجرا شود، ولی اینکه دین برود کنار و افراد بیدین سر کار بیایند و قانون سکولاریسم جای مناسبات را بگیرد امکان ندارد. حداقل فعلا نمیشود مگر نسل نو با عقیده جدید سر کار بیاید. به هر حال والدین دیندار بچه هایشان را دیندار تربیت میکنند، بچه های خارج نشین هم که برگشتی نیستن. عرضم به حضور شما که بذار راجبه همین یه قدری حرف بزنیم، شاید تو این فرصت شما هم وقت کردید و با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو گفتید و ما هم بشنویم. اولا یه خبر متأسف کننده بدم به شما و اون این استش که ای بابا من بلد نیستم. جانم بفهمی. سلام جناب بهبهانی. سلام عزیزم، حال شما خوبه؟ ابراهیم هستم، از ایران مزاحمتتون میشم. عرض میکنم که چند بار تماس خواستیم بگیریم، این تلفن ایران مثل قرق بود، الان دوباره وصل شده. بله بله، خیلی خوشحالم. ممنونم از زحماتتون، تشکر میکنم از این برنامه‌هایی که دارید.
یه مطلبی خواستم راجع به برنامه آقای دکتر دانش خدمتتون عرض کنم اگر اشکال نداشته باشید. نه بفهمید، برنامه شماست. خواهش میکنم آقای دکتر دانش، من برنامه های دو نفر رو توی تلویزیون شما که واقعا گوش میدیم، واقعا ما توی ایران حداقل هرس میخوریم از برنامه. چرا؟ چون که آقای دکتر دانش همیشه برنامه هاشون بر این اساسه که تمام اون چه که غرب میکنه و انجام داده همش با شکست مواجه شده و تمام اون چه که جمهوری اسلامی میکنه به نحوی موفقیت آمیز بوده. ایشون وقتی که میان صحبت میکنن همیشه میگن رژیم جنایتکار. من ندیدم یک بار یک مطلبی، یک تحلیلی، یک صحبتی به ضرر جمهوری اسلامی انجام بدن. مثل میخوام به شما بگم برای اینکه با دلیل و مدرک خدمتتون صحبت کرده باشم. ایشون من میگن تحریم ها شکست خورده، بعد معتقدن تو ابتدای برنامه این هفته که حملاتی که اسرائیل کرده به جمهوری اسلامی توی لبنان، توی عراق، توی اینا همه بی نتیجه بوده و بی فایده بوده و جمهوری اسلامی همچنان اونجا حضور داره، در صورتی که ایشون که اینقدر راجع به واقعیت های روی زمین صحبت میکنن هیچ وقت نمیان بگن که حملات اولیه اسرائیل به نیروهای جمهوری اسلامی پشت مرز خودش بود، این دفعه آخری که اسرائیل مواضع جمهوری اسلامی رو زد توی دمشق زدشون، پس بنابراین عقب نشینی اونجا صورت گرفته. اینطور نبوده که ایشون دارن میگن که بی نتیجه بوده. بعد مطلبی که هستش، ایشون شما مثلا میاید راجع به خاتمی از ایشون میپرسید، میگید آقا عکس آقای خاتمی رو گذاشتن، این چه به چه معنیه؟ ایشون میره از مثلا ترامپ صحبت میکنه، از نقش شما راجع به ناکامی جمهوری اسلامی توی منطقه میپرسید، ایشون میره راجع به مثلا آمریکا صحبت میکنه که در فلانجا نتیجه نداده. والا همون افغانستان هم که با تمام مشکلاتی که داره، درسته که الان 4 جاشو نیروهای طالبان دارن هنوز میجنگن و آزار اذیت درست میکنن، ولی این افغانستانیه که تو استادیوم مردم رو جمع میکردن، این گوسفند سر آدم ها رو میبریدن، این با اون یکی نیست. و یه مطلبی هم که ایشون مدام همیشه روش تاکید داره، صدای من میاد آقای ببینید؟ بله بله گوش میدیم صد بله. این مطلبی که همیشه ایشون تاکید داره، من گله اصلیم تو این جمله خلاصه میشه. اونا رو برای خواستم میگم که برنامه ایشون همیشه میگن که من دارم واقعیت ها رو میگم، واقعیت ها رو میگم، یعنی تمام برنامه هایشون که شما بشنوید، اگر یکی طرفدار جمهوری اسلامی باشه روحیه میگیره و اگر مخالف این رژیم باشه باعث دلسردی میشه. شما اگر ببینید جامعه ایران امروز مثل یه بیمار سرطانیه، یه سرطانی به نام جمهوری اسلامی افتاده به جون این کشور و این سرطان باید درمان بشه. یکی از راه‌های این که این سرطان باید درمان بشه با امیده. شما اگه به یه دیدار یه بیمار سرطانی میرید باید باش صحبت کنید، آیا میشینید میگید که سرطان چقدر بیماری خطرناکیه و چه مرگ وحشتناکی داشتن کسانی که سرطان گرفتن، چه مرگ دردناکی داشتن اونایی که سرطان گرفتن و تومور اینطوری رشد میکنه، اینطوری تو بدن پخش میشه و اینطور خواهد شد، یا اینکه سعی میکنید به طرف یه روحیه ای هم بدید؟ اگه ایشون واقعیت ها رو میگه، آقای مصداقی واقعیت ها رو نمیگه، والا من هیچ وقت احساس دل سردی و احساس ناراحتی و احساس چیز بعد از برنامه های مصداقی نگرفتم، چون که به هر حال همراه با امید، همراه با روحیه است. شما این حرفا رو به یه بیمار سرطانی بزنید بعدم بگی من واقعیت های علمی رو گفتم، واقعیت های پزشکی رو گفتم، در صورتی که به هر حال در جاهای جمهوری اسلامی مواضعی داشته، شکست خورده، عرصه داخلی شکست خورده و ایشون میگن که وظیفه مردم ایران که این کار رو انجام بدن. کجا مردم تونستن به خودی خود تنهایی، واقعا تنهایی تونستن حکومت عوض کنن؟ همون یوگسلاوی که ایشون تو برنامهش میگه
از بیرون کوبیدن 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 ضعیف شد تا مردم تونستن بذارنش کنار. یا مثلا توی رومانی هم که اونجا چیز سیستماتیک نبود، فردی بود، اونجا هم دخالت هایی بوده، قدرت هایی تو درگیری بلوک شرق غرب کرده. هیچ جای دنیا مردم به تنهایی نتونستن به نظر من حکومت عوض کنن. در ایران هم مردم باید از پتانسیل های بین المللی استفاده بکنن، چاره ای هم نیست، واقعیتی هم همینه. حالا اون که بعدن اختیار دستشون بدن، با هم خواستم یه مقدار آقای دانش حداقل روحیه این بیمار سرطانی رو هم در نظر بگیرن به قول معروف اون حس ناامیدی رو بیش از این به مردم منتقل نکنن. ضمن این که بعد یه مطلب دیگه هم می‌خواستم بگم، صحبت های ایشون علمی نیست. ایشون میگن مردم به خاطر این نمیان توی خیابون که در سال که آقای پومپئو اومده گفته ما ایران تهدید کرد. آقا جنبش اجتماعی با یه عامل نیست که حرکت میکنه. ما بعد از این که سال 68 تتمه فعالین سیاسی رو به قول معروف زدن و داغون کردن و اعدام کردن و سرویس کردن، هیچ خبری تو جامعه نبود تا سال 78 کوی دانشگاه. درسته نزدیک 10 سال هیچ خبری نبود. کوی دانشگاه پایه های این رژیم لرزید تو خیابونا، دوباره باز سرکوب شد، خبری نبود تا سال 88 زمان انتخابات، یعنی چیزی حدود 11 سال، یه دهه. بعد از اون دوباره هیچ خبری نبود نزدیک 8 سال بعد سال 96. اون موقع عامل چی بود؟ مردم تو خیابون نمیدن. یعنی اینکه شما به عنوان یه آدم با تجربه بیا بگی علت این که مردم تو خیابون نمیان این که آقای پومپئو این حرفو زده، آقای ترامپ این حرفو زده، این به نظر من یه تعبیر دقیق علمی نیستش که. خیلی دلایل ممکنه وجود داشته باشه. قرار وقتتون گرفتم. ممنونم از ممنونم. واقعا این برنامه ها برنامه های مفیدیه و شما و این تلویزیون میهن خیلی خدمت دارید میکنید به این جامعه. اونا رو گفتم، اینا رو هم بگم که واقعا دستبوس شما هستیم به خاطر این که انجام میدید. ببینم حالا من یه چند تا سوال از شما بکنم. الان چجوریه این داستان فیلتر و اینا چیه؟ شما در ایران هستین، واقعا تلویزیون سایت میهن رو نمیتونین باز کنی؟ چجوریه داستان؟ خب چرا، من با فیلتر شکن باز میکنم. بعد این اپای رادیویی هم که هست، ما 90% برنامه شما رو تو اپای رادیویی میبینیم. مثلا یه اپلیکیشنی هست به نام تیونین، اونو اون آقایی که دوست شما هست اسمش هم یادم، آقای پیران، لینکاشو گذاشتن. بعد از اونجا میبینی فیلتر شکن همه دارن دیگه، ما هم داریم به قول معروف وی پی ان و پراکسی و اینجور صحبت ها استفاده میکنیم. ولی توی تیونین، حالا نمیدونم اگه گوش بدن برن اونم فیلتر کنن، تو تیونین یا این رادیوهای اپای رادیویی دیگه نیاز به فیلتر شکن نیستش، مستقیما از همونجا رادیو شما سرچ میکنیم و مستقیم گوش میکنیم. ببینم خود اپ میهن تیوی چی؟ خود اپ میهن تیوی رو میتونین اونجا؟ اپ میهن تیوی نیاز به فیلتر شکن داره موقع کار کردن. بعد برای همین من که داخلم مثلا خودم نصب نکردم اپ، چون که باز دوباره نیاز به فیلتر شکن داره موقع گوش دادن. یعنی رادیو هم مشکل داری؟ با رادیو هم مشکل داری؟ اصلا من یه بار وصل کردم بدون اپلیکیشن، بدون فیلتر شکن، بدون وی پی ان کار نمیکنه. باید اونو فعال کنید تا اپو بتونید استفاده کنید. حالا این مربوط به یه سال پیشه ها، از یه سال پیش تا حالا شاید آپدیت های شده، تغییراتی کرده. بعد این ویدیویی که این دوست ما نشون میده، گاهن ما نشون میدیم، اگر تلویزیون رو نگاه بکنی اون کمک نمیکنه. اون فرمولی که اون رفیقمون از ایران برامون ویدیو درست کرد فرستاد، اونو فرستادن، من توی ظاهرن ایشون تو کامپیوتر انجام دادن، بعد من توی رادیو تلفن تو گوشی خواستم انجام بدم. اون آپشنایی که ایشون مثلا انتخاب میکردن و اینا کار نکرد، نتونستیم. خیلی ممنون، امیدوارم صدا رو بشنوه و کمکی میکنه. ممنونم از شما، سلامت باشید، قربان، مرحمت عزیز. مرسی. خیلی خوب، اینم از این داستان. از کجا شروع کنیم؟ از این پاسخ بدیم یا اینو پاسخ بدیم؟
عرضم به حضورت که بذار از همین تلفنه صحبت کنی، اینو میشه. آها، عرض میکردم که به خاطر همین شرایط موجود که هست، امروز هم بعد از برنامه آقای آلبرت گفتگو میکنیم با آقای منوچهر یزدیان، دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانی. این جلسه از اینو با آقای آلبرت درست بکنیم. اینه که میگم من خودم نمیتونم برنامه داشته باشم، یکی از دلایلش اینه. عرضم بزرگ شما که گفتم با متاسفانه به خاطر شرایط موجود و این مسائلی که داره میگذره، کنگره هفتم سکولار دموکراتا که قرار بود 5 و 6 اکتبر در شهر فرانکفورت برگزار بشه، این برنامه لغو شده، منتفی شده. منم مطلب رو روی سایت قرار دادم، روی خود سایت سکولار دموکراتا هم هست و خیلی سخت شد. یعنی اینکه همین مسائلی که این دوست گفت که شرایط یه شرایط دیگه است. عرضم به حضور شما که در مورد اینکه مردم بایستی که ببین، فرمایش شما درسته، یعنی اینکه نمیتونیم بدون کمک خارجی نمیشه، بدون کمک بین الملل کار سخت پیش میره. شما نگاه بکنید همه اخباری که بیرون میاد، من ساعت دیگه یعنی وقتی برنامه غالب شروع بشه راجبش صحبت میکنیم که چگونه است که خود اسرائیلی اعلام کردن که ما به نیروهای شورشی علیه اسد کمک میکردیم، سلاح میدادیم، مهمات میدادیم، پول میدادیم، امکانات در اختیارشون میذاشتیم دیگه. در که رو صفحه رو این بودش که نه، اسد خوبه، ما اسرائیل نمیخواد اسد برود، برای اینکه اسد اینجور است و اونجور است. ولی امروز از سال 2011 که این ماجرا آغاز شده تا الان که نمیدونم 2019، 8 سال از این قضیه میگذره، خود اسرائیلی ها اعتراف میکنن که بله این کارا رو ما کردیم. ولی ابتدا به ساکن مصداقی هم به این قضیه اشاره داره، باید یه جریانی وجود داشته باشه تا بشود دور اون جمع بشیم. شما معذرت میخوام، من میگم این کارا سخته. اول باید یه سازمانی وجود داشته باشه. اول بایستی که این همه حرکاتی که داره میبینیم هر روز هست، یعنی این جرقه هایی که این برانور میگیره، طوری که میبینی که رئیسی که یه جانی جنایتکاره مجموعش عقب نشینی بکنه و بیاد به یک کارگران هفت‌تپه حق داره که اعتراضشون به حق. این به خاطر این که استمرار داره این اعتراضات، پشت سر هم ادامه پیدا میکنه. ببین اون یکی گفته که محسنی اژه‌ای گفته که 88 اگه مردم برنگشته بودن خونه ما رفته بودیم.
چرا مردم برگشتن خونه؟ برای اینکه اون یارو که بود میرحسین موسوی ماجرا رو چرخوند. اولا یهو گفته شما میخواین هم دوران طلایی امام برگردیم، مردم یهو نگاه کردن که نه آقا ما میخوایم این رها بشیم، تازه میخواد ما رو برگردونه به سالهای اعدام. خب ما نمیخوایم چه اتفاقی بیفته، برنامه ای نداره. و بعد هم گفت با خارج ما ارتباط نگیرید، تا اما اتفاقاتی که شاهد بودید، بند نافش رو قطع کرد، برید ارتباطش رو قطع کرد، جامعه سرخورده شد. بعد هم یادت باشه ما با یه نظام عادی دیکتاتور توتالیتر نمیدونم فاشیسته، این تعاریف کلاسیک، روبرو نیستیم. ما با اهریمن سر کار داریم. نظام مقابل ما نظام اهریمنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه برات خوندم که طرف بعد 40 سال حاکمیت نظام اهریمن هنوز میگه که نمیشه حکومت دینی باید داشته باشه. مردم دین دارن، مردم بچه هاشون رو دینی تربیت میکنن. یه اهریمنه. نه اینکه این آدمی که اینو نوشته، و من نمیگم همچی حرفی رو، زبانم لال که بگم این آدم، نه، این تحت القاء اهریمن به این شکل در اومده که نمیتونه تحلیل کنه، نمیبینه چشش، اینقدر خاک هوا میکنه، اینقدر مسائل مخدوش میکنه. اهریمن در لحظه میشود دختر رعنا به طرفت العینی، یعنی در یک چشم هم زدن میشه پیرزن فرتود عجوزه، میتونه بشه جوان برنا، به چرخه بشه پیرمرد خسته و فرتود، میشه مار درخت. مگه اینا رو تو قصه نمیگه از اهریمن؟ ما همین رو داریم میبینیم، به چشم داریم میبینیم اینا رو. ولی امروز با داستان سالهای 60 این نظام تفاوت کرده. من یه بار آقای گوهرزاد رو میگم بیاد راجب این که چجوری این کانون رو ریخته، اصلا چجوری میریخته، یادت رفته چیکار میکرده؟ یه موش جوان نادان در اصله داره دستش، این هم فکر میکرد کلینت ایستوود و الان دیگه میخواد بره و کلانتر شهره، پاسدار کمیته است، میریدن شلوغ میکرد با لغت میزدن، همه رو دادگو میکردن، داد میزدن، فرق میزدن، اسلحه میکشید، چلق چلق میکرد، چی میتونه جلوی اسلحه بریسته؟ گفت کاشیه، گفت ما به تفنگ میگیم شمافنگ، بهش نمیگیم تفنگ، با تفنگ که نمیتونی شوخی کنی که. من هفته آینده حتما هم به این رفیق پاسخ خواهم داد، هم به این ایمیل پاسخ خواهم داد. اجازه بدید که بریم سراغ آقای آلبرت، برای اینکه ایشون برای من می‌نویسه که بایستی که گرفتاری داره، نمیتونه از یه حد معینی بیشتر ما در خدمتش باشیم. پس من اینجا این برنامه رو می‌بندم، برمیگردیم میریم سراغ آقای آلبرت، با شما ادامه میدیم. همراه ما باشید. بازم ازت تشکر میکنم. خیلی حرف داشتم روز بزنم، متاسفانه میگم به علت مسائل اداری داستان که خودش سه تا کارمند میخواد که اون کار رو حل کنه. ما باور کن از نظر کار، از نظر وسعت، چجوری برات بگم، ما کاری که داریم انجام میدیم همون نیست که اون رسانه هایی مثل ایران اینترنشنال و من و تو و اینا انجام میده، تفاوتی نمی کنی. من یه نفرم، من بارها به شما گفتم ما نیاز داریم که
آدم استخدام کنیم. این کار نیاز به پول هست. این نیاز هست که یه شرکت غیر انتفاعی درست بشه. بیاید یه شرکت غیر انتفاعی درست بکنیم. توی سرمایه گذاری بکنید برای میهنتون. برای وطنتون. برای مردمتون. من هرچی در توان دارم اینجا در اختیار شما قرار دادم. 10 سال دارم این کارو میکنم. عروض اولم که اومدم با این فکر اومدم. به قول اینا با این نیت اومدم که شما مردم مشارکت میکنید و شما این کار رو میگیرید و با هم جلو میبرید. من تجربه رو در اختیار شما قرار میدم. شما هم توان و قدرت تو میارید تو این کار. دست در دست هم نهیم به مه میهن خیش را کنیم آزاد. میتونیم این کار رو بکنیم. ما نیاز به نمیدن فلان نداریم. اون محله سوم داستانه. ببین مثل بیزنس میمونه. پول در بیزنس آخرین قسمت داستانه. برای یه بیزنس موفق پول آخرین بخشه، نه اولین بخش. اولین بخش طرح برنامه است، هدفه. شما اگر بیای بگی که فرض کنی یه طرحی رو بیاری که این طرح نمیدونم اینجور باشه اونجور باشه پول ساز باشه و هر کوری ببری جلوش بذاری پول در اختیارت میذاره، پس پول آخر داستانه. اینم حمایت خارجی آخر داستانه. شما باید طرح و برنامه داشته باشی. طرح و برنامه یه موتوری باشه، یه حرکتی باشه، یه جوری باشه، یه اتفاقی بیفته تا چشم جهان رو خیره کنه. اگر که در همون 57 مردم نبودن در خیابان، خمینی میتونست بیاد بگه من آلترناتیو این حکومتم. او آخر سوار شد. اونو آخر سوار کردن. برای اینکه اوضاع دست در نره، اونم دروغ گفت به همشون. متاسفانه نشد. هفته آینده بیشتر راجع به شفته. ممنون، سپاسگزار، در انتظار حمایت مالی هستم. خواهش میکنم در این زمینه ما رو تنها نذار. مشکل مالی داره کمرمو میشکنه. ممنون از شما.